دیروز متاسفانه یکی دیگر از کارگران فاجعه انفجار معدن زغالسنگ تبس جان باخت و تعداد جان باختگان به 52 نفر رسید. میخوایم ببینیم که الان وضعیت کارگران معادن به چه شکل و چرا رژیم به رغم تصویرات منفی که این فاجعه در جامعه داره این مشکل رو حل نمی‌کنه. در همین رابطه همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد. سلام بر شما و خیلی خوش آمدید. با تشکر از شما و همچنین با سلام ببینندگان عزیز سیمای عزادی. بله همطور که میدونید موضوع انفجار معدن زاغ سنگ تبس همچنان در صدر موضوع رسانه هاست و همطور در فضای مجازی ممکن ممکنه در همین رابطه توضیح بدید که الان اوضاع به چه شکله و رژیم چه اقداماتی در این رابطه کرده بله این از شامگاه و که شهریور که این فاجعه رخ داد که البته بزرگترین و تلخترین فاجعه معدن در جهان بود خب رژیم که اقدام خیلی جدی توی این رابطه تا به حال نکرده علی که نزدیک دو هفته گذشته علتش این بوده که خب اولا علت این فاجعه این بود که خب برمیگرده به رژیم که سیستم تهویه نداشته هیچ اقدامات ایمنی برای این کار انجام نداده حتی یک سنسور به کارگران نداده که قیمتش 50 دلاره در حالی که همین پزشکان که رفته بود نیویورک خودکار 270 دلاری هدیه میاد به لابیا و مزدوران خودش یا از اون طرف اقداماتی که رژیم کرده مثلا خود دو روز قبل از این فازی خود کارگرا گفته بودن بوی گاز میاد ولی کارفرما گفته بود اگر نرید سر کار اخراج میشید که اونا در واقع به دلیل که یک نون بخور و نمیری برای خانوادهشون به دست بیارن مجبور شدن برن توی همچون محیطی کار بکنن خود کارگرام که خب آموزش کافی ندیدن اینکه به صراحت مطمئن باشن که مثلا فرض کنید تهدیدی وجود داره که اگه برن منجر به در گذشت و جان باختنشون میشه به دلیل همه این اقدام که البته کاریه که باید دولت ها این کارا رو بکنن مینیموم آموزش ها رو به کارگرا بدن سیستم های هشدار دهنده تو این رابطه داشته باشه هیچ کدوم از این کارا رو انجام نداده تازه واقعا به عنوان مثل برده با اینا رفتار کردن که اگه نرید توی همچون محیطی کار نکنید اخراج میشید در این سیستم ایمنی بهداشتی هیچ کدوم از اینا حل نشده نظارت و بازرسی دوره هم که در همه سیستم های جهان برای همچون محیط هست اصلا انجام نشده هیچ اقدامی تو این رابطه انجام نشده حتی وزیر مربوطه گفته بود که مجوز لازم به من ندادن که من نفراتی برای بازرسی استخدام بکنم که برن اینا بازدید بکنن کنترل بکنن کم و در بیارن یه همچون وضعیت بوده اما اینکه میگید اقدامات رژیم و موزگی رژیم تو این رابطه چی بوده؟ موزه پزشکان که مشخص بود همون روز بعدش که اصلا رفت نیویورک در واقع در تمام کشورهای جهان وقتی که یه همچون فاجعه اتفاق میفته حتی رؤسای کشورها در سفرهای رسمی هم که باشن نیمه تمام میذارن برمیگردن ولی به رژیم که بر میرسه اصلا همون روز میره یا از اون طرف مجلس اعلام کرد که اقدام میکنه پیگیری میکنه از اون موقع تالا هیچ اقدامی تو این رابطه انجام نداده خود خامنه ای که برای رئیسی و نمیدونم حسن نصرالله 5 روز ازای اممی اعلام میکنه در رابطه با این فاجعه فقط اولا هیچ اعضای که اعلام نکرد فقط یک پیام کتبی آبکی داد تازه توی اونم نگفت که پیگیری میکنه قضیه رو که بینه عاملین و مسببینش کی هستن و مجازات بشن از اون طرف خود خامنه از اون روز تا الان دو بار سخنرانی داشته یه بار در چهار مهر با به اصطلاح پیش جنگ که حدود یک ساعت صحبت کرد یه بارم دیروز بود صحبت کرد با به اصطلاح نخبگان که اونم حدود 45 جلسه صحبت کرد ولی دریغ از اینکه که یک کلمه در رابطه با این فاجعه تبس معدن تبس یک کلمه بگه و من مطمئنم فردا هم که در نمایش جمعه تهران میخواد شرکت بکنه و از سه چهار روز پیش بسیج داده که همه بسیجی ها و رو جمع بکنه تو مسلح تهران که به اصطلاح خودش با توجه به ضرباتی که خورده قدرت نمایی بکنه چون نیاز داره به شدت و با صورت سیلی خودش میخواد سرخ نگه داره ولی مطمئن باشید در تمام خطبه نماز جمعه بله در تمام این خطبه ای نماز جمعه مطمئن باشید یک کلمه به تبس و به این فازی که اونجا اتفاق افتاده نمی پردازه بلکه مستمع میره دنبال همین سیاست های جنگ افروزانه شو اینا چون میدونه که این جنگ افروزیاش که خب برای صد بستن در مقابل قیام مردم ایرانه چون حفظ این نظام برای این رژیم بوجب واجباته حالا که بر... صورت فرمی هم که شده خامنه ای نمیاد تراس کنه خب به محض به محض اینکه بخواد این کارو بکنه باعث میشه که توقعات بیشتر بشه و انتظارات بیشتر بشه چون همین خامنه ای اومده همین سه چهار روز یه نماینده فرستاده برای بررسی همین وضعیت کارگرا ولی نتیجه چی شد نتیجه این شد که 200 میلیون دلار گفته پرداخت میکنه یعنی به هر خانواده کمتر از چهار میلیون ببخشید تومان نه دلار دویست میلیون تومان میده که به هر خانواده کمتر از چهار میلیون میرسه این یعنی در واقع هیچی هیچ اقدامی تو این رابطه نکرده یا رئیس دادگستری رژیم تو استان خراسان فردی به نام عبداللهی این روز اول گفته بود که ما تلاش میکنیم که هزینه کفن و دفن و مراسم این کارگرا رو به اون شرکت بگیم تأمین بکنه ولی عملا دیدیم که از خود خانواده ها گرفتن به زور به هی و هیچ یک هی از مسئولیت اون شرکت تقبل نکرده حتی بعضی از افراد رژیم گفته بودن بیایم یک کارگروه تشکیل بدیم که به ببینیم عامل قضیه چی بوده مشکل چی بوده که بلافاصله همین رئیس دادگستری رژیم توی خراسان گفته بود که اگر کارگروه تشکیل بشین باعث میشه, باعث میشه که خوراک تبلیغاتی برای رسانه های معاند و اونایی که مخالف رژیمند تأمین بکنیم و نباید این کارو بکنیم یعنی مشخصه که اصلا نمیخوان علت این مسئله رو در بیارن ولی از اون طرف تا دلتون میخواد نیروهای امنیتی رو چیده برای اینکه جلوی کوچکترین اعتراضات مردمی رو بگیره و هم تمام هم اینه که نذاره که خلاصه اعتراضات گسترش پیدا کنه خب حالا مگه این اولین باره که چنین فجایعی تو ایران اتفاق میفته اگه فکر که خب رژیم کارایی رو نکرده خب به چه دلیل اصلا جلوشو نمیگیره چرا مانع نمیشه و مستمرا داره این فجایع در ایران تکرار میشه همین که میگید این فجایع خب مستمر تکرار میشه همین اردیبهشت 96 بود که معدن آزاد آزاد شهر گلستان اونجا 43 کارگر و مهندس متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن یا در سال 99 در معدن زغال سنگ کرمان چهار نفر از کارگران جونشون از دست دادن کلا در 100 حادثه ای که تو همین یک سال گذشته اتفاق افتاده حدود 200 کارگر جونشون رو تو این رابطه از دست دادن حتی بعضی وقتا جنازه کارگر رو بعد از چهار ماه بیرون کشیدن اصلا اون چیزی که برای رژیم ارزش نداره جون کارگر و جون مردم ایران چون همه هم مقامش برای مزدورای خودشه طبق آماری که سازمان نظام پزشکی قانونی رژیم داده بود گفته بود که در یک سال در سال 1402 2115 نفر از کارگران جون خونشون از دست دادن و تعداد مصدومان بیش از 27000 هزار نفره یعنی واقعا فاجعه است یا از اون طرف خب این که میگی چرا این فجایع هی تکرار میشه به خاطر که آخه زیر ساختا حل نیست به این مینیمم امکانات که باید تهویه هوا باشه انجام نشده یا از اون طرف عاملین این کشتار هیچ کدومشون تا حالا مجازات نشدن چرا که ریشش برمیگرده به خود خامنه ای و سپای پاسداران همه چیز به اونها بستگی داره کما اینکه وضعیت جاده ها را اگه نگاه بکنید بله. سالانه 20 هزار نفر از مردم جون خودشون از دست میدن وضعیت راهان که اصلا از اینم بدتره بنابراین هر جا شما انگوش میذاری در واقع ویرانی و این چیزی که رژیم عامل و مسببش بوده که البته از اون طرف مقاومت ایران سه روز از آی اون میلان کرد خود خانم مریم رجوی تو این رابطه ابراز همدردی کردن و از مردم خواستن که خودشون رسن کمک بکنن به این خانواده این جان باختگان و اونا را از این وضعیت در واقع به کمکشون به سبب استمدادشون برسن بله خیلی ممنونم از شما از حضورتون و توضیحاتتون از شکرم از فرصتی